در ادامه سرکوب، اخراج و ممنوع الورودی دانشجویان معترض در ایران دست کم چهل دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کمیته انضباطی احضار شدند. همزمان فعالان دانشجویی از ممنوع الورودی سی دانشجوی پردیس مرکزی دانشگاه علامه تبا تبایی خبر دادند. منع ورود دانشجویان به دانشگاه پس از آن اتفاق افتاد که دانشجویان در اعتراض به مسمومیت‌های های ای دانش آموزان و دانشجویان دختر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمعی که گفته می شود با دخالت نیروهای حراست به خشونت بیسابقه کشیده شد. کانال تلگرامی دانشجویان متحد با انتشار گزارشی از تجمع اعتراضی دانشجویان در روز 16 همه اسفند نوشت که مسئولان فاسد حراست دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان حاضر در این تجمع قرار بازداشت صادر کردند و برخورد امنیتی با آنها نموده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند با این حال به نظر می رسد مسئولان فاسد دانشگاه علامه تبا تبایی به این هم راضی نیستند چون طی روزهای شنبه و یک شنبه بیستم و بیست و یکم اسفند مانع ورود دانشجویان معترض به دانشگاه شدند و این اقدام در شرایطی انجام شد که هیچ یک از دانشجویان ممنوع الورود ابلاغ رسمی و کتبی دریافت نکرده بودند گفته می شود فضای اطراف این دانشگاه نیز به شدت امنیتی است دانشجویان متحد میگویند تعداد زیادی از دانشجویان با احکام کمیته های انضباطی از تحصیل معلق شدند و این در حالی است که معاون فاسد حقوقی دانشگاه علامه تباتبایی در مصاحبه ادعا کرده بود تمامی دانشجویان تعلیقی بخشیده شده و به کلاس‌های درس بازگشتند به رغم این ادعاها نه تنها محرومیت لغو نشدند که احزارها همچنان ادامه دارند و دانشجویان جدیدی هم با حکم کمیته های انضباطی موقتا از تحصیل من شدند شوراهای سنفی دانشجویان کشور نیز در خبری اعلام کرد در پی تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اعتراض به مسمومیت زنجیری دانش آموزان دختر برای دست کم چهل نفر از دانشجویان این دانشگاه پیامک احزار به کمیته انضباطی ارسال شده است گفته می شود روند رسیدگی به پرونده ها و تفهیم اتهام ها شتاب زده و در راستای صدور هرچه سریعتر احکام است بنابر اعلام شوراهای سنفی دانشجویان کشور تنها یک روز پس از تجمع دانشجویان در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی مدارس یکی از خوابگاه های دخترانه این دانشگاه در پی مسمومیت دانشجویان تخلیه شد اما مسئولان فاسد دانشگاه به جای رسیدگی به این وضعیت دانشجویان معترض را احضار کردند جنبش دانشجویی در ایران پس از فوت محسا امینی در بازداشت پلیس فاسد امنیت اخلاقی تهران و آغاز خیزش انقلابی بار دیگر احیا شد همزمان با اعتراضات مردمی هزاران دانشجو در دانشگاه های مختلف ایران تجمع، تحسن و اعتصاب کردند بررسی های یک خبرگزاری داخلی ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر نشان می دهد که در جریان خیزش انقلابی بیش از 700 دانشجو بازداشت شدند فعالان دانشجویی هم از صدور احکام تعلیق ممنوع الورودی و اخراج صدها دانشجو خبر دادند و های سنفی مستقل دانشجویان نیز با تهدیدهای مداوم امنیتی از ادامه فعالیت من شدند. هیئت نظارت دانشگاه تهران هفته گذشته انجمن اسلامی دانشکده های فنی، ادبیات و علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی را به مدت سه ماه از ادامه فعالیت من کرد. انجمن فاسد اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پی صدور توقف فعالیت سماهه در اطلاعیه ای اعلام کرد این حکم غیرقانونی بدون رعایت رویه های شکلی و بدون احزار نماینده انجمن دانشگاه صادر شده است. انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با انتقاد از رویه دانشگاه که راهکار دیگری جز انصداد فعالیت مدنی ندارد افشا کرد که گروهی این انجمن را به معامله دعوت کردند و در صورت عذرخواهی احکام صادره لغو خواهد شد دانشجویان عضو این تشکل سنفی تاکید کردند که برخلاف مسئولان فاسد دانشگاه قصد ندارند به شرافت خود چوب حراج بزنند و چشم بستن بر حقیقت و تفسیر و تحلیل وقایع به نفع قشری خاص را رزالتی می دانند که با وجدان بیدار آنان تناقض دارد در این بیانیه آمده است کسانی باید اصخاهی کنند که مسبب ماها سرکوب دانشجویان به وسیله ضرب و شتم و استفاده از روشهای غیرقانونی دیگر بودند و اکنون نیز با برپایی کمیته های انضباطی برای دانشجویان اخراج استادان و سرکوب تشکلها سرکوب را با فرمی دیگر ادامه میدهند. شعله آتش انقلاب بر جان رژیم حلاکت چهار سپاهی تایید شد از دست ندهید لحظه شیرین به هوا رفتن خودروی سپاه در تهران طبق اخبار واصله به ما امروز در محله پارچین تهران یک خودروی نظامی که حامل چند راست سپاهی حرامزاده بوده به طور مشکوکی منفجر شده و به هوا رفته است گزارش های اولیه حاکی از آن است که تمامی سرنشینان این خودروی نظامی به درک واصل شدند و برخی از آنان تبدیل به کتلت شدند ویدئوی این خبر شیرینتر از اصل همکنون در دسترس است و به زودی به سم و نظر شما خواهد رسید شعله آتش انقلاب بر جان رژیم افتاده و خاموش شدنی نیست.